سلام دوستان وقتتون به خیر باشه در این ویدیو به طور کامل میخوام پیام های شما رو بخونم اول پیام یک دوست تجزیه طلب رو میخوام بخونم نوشته که آی تحلیلگر جای اینکه در کلن شهرها بنشینی بگی لنگش کن برو ببین در زابل چهل سال ما نه گاز داریم نه آب تو به فکر افغانستانی ها هستی بعد توضیح ده آخر سال گفته که به زودی ما از سیستان و بلوچستان متحد میشویم بر علیه شما مرکز نشین ها بعد تهدید کرده که میایم چنین و چنان میکنیم و صحبت از این دست من این خاطره می خواهم اول براتون بگم به بهونه این پیام که این دوستان فرستاد خودش هم احتمالاً الان میشنوه این خاطره رو یک دوستی من داشتم و تا الان با دوستان خودم اطرافیان خودم در, در میون نگذاشتم اونایی که با من کار میکنن احتمالاً اولین باری که این داستان رو میشن و در جریان قرار میگیرن ایشون فرمانده ایرانی عراقی هایی بود که با تکفیری ها میجنگیدن در کجا در سوریه فرمانده ایرانی عراقی هایی بود که با تکفیری ها میجنگیدن در سوریه و توسط نیروهای داعش به شهادت میرسه این پیکر به دست داعش میفته داعش این پیکر رو به ایرانی ها تحویل نمیده تعدادی نیرو داشته این نیروها در اسارت یک گروه تروریستی دیگه بودن به نام جبهه نصره یک گفتگوی با اینها انجام میشه و داعش میگه که ما یک جنازه داریم این ایرانیه این یه دونه جنازه ایرانیه من اینو به شما تحویل میدم شما فرمانده های منو با من پس بدین بعد ببرید این جنازه رو با ایرانی ها معاوضه بکنید احتمالا میتونید تعداد بسیار زیادی از نیروهاتون رو اونجا پس بگیرید اون اسراتون رو بگیرید و خب یا یعنی اینکه مطالباتی از اونها داشته این پیکر از داعش منتقل میشه به یک گروه تروریستی دیگه میره از مرزهای اردن سر در میاره بعد از چند ماه به ایران میرسه ایشون و این رفیق ما من البته خیلی روم نمیشه بگم که با اینجور افراد رفاقت دارم یه علت هم داره و اون علت این هست که خب حالا مثلا رفقای ما ببخشید اینجوری میگم بعضی از دوستان که ساده هستن وقتی میبینن که یه نفر میگه که آقا من مثلا فعال رسانه‌ای بودم مستندساز بودم سوریه رفتم با این رفقا عکس دارم میگن که آدم دیگهم تو چه آدم خفنی هستی با فلانی عکس داره با فلانی عکس داره کنار فلانی بوده ولی اون کسانی که با دقت بیشتری نگاه میکنن و به خصوص اون کسانی که خودشون به یک درجه خاصی از وطن پرستی رسیدن که فدا شدن در راه وطن و حرم واقعیه براشون مهمه وقتی میشنون که تو یه همچین رفقایی بودی اولین سوالی که براتون برشون پیش میاد اینه که خب پس تو چرا هستی تو در کنار یک همچین آدمایی بودی اینا سعادت تر داشتن که فدای این حرم مقدسه بشن فدای ایرانه بشن فدای این پرچم مقدسه بشن ولی ولی تو از این سعادت موندی و خب من به خاطر این داستان هیچ وقت هیچ کجا روم نمیشه اسم این افراد رو بیارم اینجا به خاطر این پیام مجبور شدم بهش اشاره بکنم و این نکته رو خواستم بگم ایشون به عنوان یک رزمنده که رفت در عراق و سوریه ایستاد جنگید برای مقدساتش و برای پرچمش و برای کشورش کسی هست که همه زندگیش رو همه زندگیش رو در مناطق محروم گذرانده بود عمده رفقای از این دست که دارید می‌بینید عمده رزمنده های شما که رفتن در مناطق مختلف کشور برای اینکه امنیت بیارن اتفاقا کسانی هستن که وضعیت مناطق محروم رو خوب فهمیده بودن در ایران که بودن مدافعان ایران بودن مدافعان وطن بودن در خارج هم که رفتن ناچار شدن مدافعان حرم باشن برای اینکه امنیت تامین بشه به واسطه این رفقا من تو بعضی از مناطق محروم بودم کار نکردیم مهندس ناظر بودیم رفتیم زحمت کشیدن رفقا رو دیدیم و اتفاقا سیستان بلوچستان رو من دیدم حضور پیدا کردم در مناطق مختلفش بودم و فکر میکنم که اگر بخوایم بدون تعارف با هم صحبت بکنیم راهکار رفع این مشکلات رجزخانی برای یکدیگر و تهدید کردن یکدیگر نیست اینکه کاری نداره شما ویدیوی من دیدین میدونید که من ادبیاتم تو این حوزه مشخصه ولی برای دشمن خارجی برای کسی که وطن رو داره تهدید میکنه تلاش بکنید این کینه و نفرتی که نسبت به قومیت های دیگه دارین و نسبت به مرکز نشین ها دارید اینو کمترش بکنید با ذهنیت این شکلی مشکل حل نمیشه مشکل به این شکل حل میشه که بیایم در کنار هم بیسیم و بسازیم در کنار هم بیسیم و اون مناطق رو بسازیم و البته اینم بگم اینو به مخاطبینم بگم این پیامی که برای شما خوندم پیام همه مردم سیستان بلوچستان نیست اکثریت مردم سیستان بلوچستان نگاه دیگری دارن به مسائل و من اگر بخوام سیستان بلوچستان رو برای شما روایت بکنم سیستان و ها رو در اون سوختوری دیدم که شب میرفت قاچاق انجام میداد صبح میومد خودروش در اختیار ما قرار میداد برای اینکه بریم فعالیت های جهادی که برای ساخت و ساز مناطق محروم هست رو انجامش بدیم یک همچین انسان هایی و یک همچین موجوداتی اونجا وجود دارن و یک همچین روحیه هایی رو هم اونجا شاید هستیم به هر جهت من وظیفه میدونستم این پیام رو هم بخونم و یادآوری بکنم با این چیزهایی که دوز... تو ذهن بعضی از دوستان که البته اقلیت هستن در قومیت های خاص میگذره با این نگاه های طلبانه فقط ماجرا پیچیده تر میشه اون نقطه ای که تو درش زندگی میکنی با این نگاه ها گلستان نمیشه نهایتا خروجیش کشورهایی خواهد بود که اینها فضای افراتیگری درش بالا گرفت شکل گرفت و به سمت یک بحران واقعی در نهایت هدایت شد هنوز هم نتونستن از این بحرانه خروج پیدا بکن و بریم پیامی بعدی رو با همدیگه بخونیم یک دوست دیگه نوشتن که دوست عزیز شما همیشه از طالبان و شیعه های فاطمیون صحبت می کنید ولی فراموش نکنید که ده میلیون سنی مذهب تاجیک فارسی زبان دارید فکر که خودشون سنی مذهب فارسی زبان باشن که این رو وشن که قدرتمندترین فرماندهان را دارد قوی ترین نیروها را دارد تحت و اگر تاجیک ها نباشن طالبان مثل آب خوردن صد بار افغانستان را نوش, نوش جان میکردن راست میگم من فقط درباره فاطمیون و شیعیان افغانستان صحبت کردم و اونجایی که بحث رو تو طالبانو در روی طالبان صحبت کردم به اهل سنت اشاره نکردم چون موضوع بحثمون نبود خودشون هم پیامی نداده بودن بله این این هم یک بخشی از واقعیت افغانستان و نیروهای ما مردم ما مردم مردم اهل سنت افغانستان هم بخشی از حقیقت میدان هستند که امیدوارم سلامت باشن و امیدوارم به زودی تعم امنیت رو بچشن پیام بعدی رو هم میخونیم نوشته که در اوتو هنرمندها و بازیگران خارجی که گفتیم اینها در خارج از کشور حضور دارن گفته که آقای تلگر اصلا چرا باید این بندای خدا 40 سال تبعید،, تبعید باشن و حق زندگی در کشور پدریشون رو نداشته باشن آش ریخته رو دارید نظر امامزاده میکنید این سیاست جمهوری اسلامی توی ده, ده های گذشته چه توجیهی داره خب اگه بخواید بررسی بکنید ببینید چرا این اتفاق رخ داده باید, باید, باید تاریخ رو بخونید دیگه باید, باید, باید تاریخ بعد از چهل سال اخیر رو بخونید ببینید اونجا چه اتفاقایی رخ داده که اینها خارج از کشور حضور دارن یه سری اسم میبینید یکی از چهرهایی که اون موقع وزیر فرهنگ بوده و نقش داشته خودش وزیر مجموعش در خروج و در فرار این افراد در کشور ما الان یک چهره سیاسی هست در جناه چپ و اینا توهین و تخریب نیست من با هدف توهین و تخریب نمیگم پیام شما سارا پاسخ میدم آقای سید محمد خاتمی از جمله چهرههایی هست که در اون سالها در وزارت فرهنگ و ارشادش و در مجموعه تحت امرش فضا به سمتی رفت که اینها از داخل جامعه ایران فراری داده بشن کمی بعدتر همین جریان غربگرا اومد مطالبهگر شد و جریان طرف مقابل رو جریان حامی ایران رو یک جریان افراطی معرفی کرد و پرچمدار این شد که آقا این کسانی که خارج از کشور هستن حقشون خورده شده باید بهشون توجه کرد در حوزه سیاست هم مدام برای این تاکید کرد ولی هیچ جا ما شاید نبودیم که ازش بهره برداری واقعی انجام بده این کلیت داستان بوده اینکه اینا چطور به این نقطه رسیدن داستان از اینجا شروع شده ولی به هر جهت فکر می‌کنم اون چیزی که حقیقت هست اینه که باید تلاش بکنیم که این اتفاق خلافش رخ بده و اینها در وطن حضور پیدا بکنن به اون خط قرمزایی که توضیح دادیم یکی دیگه از دوستان گفته که بذارید این پیام رو از روی مت برای شما بخونم گفتی که خدا قوت تلگر عزیز کار درست با تمام قوت ادامه بده لطفا من بعد از چهل سال اروپا دارم ایشالله چهار پنج هفته دیگه برای همیشه برمیگردم پیش عشقم جانم وطنم ایران عزیزم من چهل سال که ایران رو ندیدم و دارم ثانیه شماری میکنم هموطن عزیز برادر و خواهر گلم فارسی زبانان ما باید قدر همدیگر را بدانیم باور کنید من در غرب متاسفانه بزرگ شدم اینها دوست ایران نیستن اینها صلاح ما رو نمیخوان ما ایرانی ها چه داخل و چه خارج باید متحد شویم فرق نمیکنه کدام مذهب و از کجای دنیا دوستتون دارم فراوان خیلی مخلصم الهی که سلامت باشین و امیدوارم که بهترین ها پیش روی شما باشه درباره ایرانی خارج از کشور ما یه بحث آخر زمانی رو مطرح کردیم پیش یعنی خلاصه گفتم که نمیخوام ورود کنم به بحث آخر زمانی یه دوست یه پیامی داد و اون پیام من رو یاد یه موضوع انداخت که اون موضوع قابل تعمله برای شما خلاصه میگم ازش هم عبور میکنم شما دیگه پیگیرش نشید لطفا میگه یه قوم آخر زمانی هستن این قوم در شرق حضور دارن اینا یک انقلابی میکنن اینا یک قیامی انجام میدن بعد از اینها جماعتی در دنیا پراکنده میشن مثل امروز که ما چند میلیون ایرانی در خارج از کشور داریم میگه اون قوم آخر و زمانی هم میرن پراکنده میشن در نقاط مختلف دنیا بعد میگه یواشاش فضا و یک سمتی میره که اینا از نقاط مختلف دنیا جمع میشن در همون نقطه‌ای که حضور داشتن اون قوم شرقی آخر و زمانی جمع میشن و بعد اتفاقاتی میفته که دنیا رو به اصطلاح در حیرت و شوک فرو خواهد بود حالا من خیلی نمیخوام ورود کنم یه کلیتی گفتم که ذهنتون درگیر این داستان بشه بدونید در حوزه مذهبم یه چیزهای خاص و ویژه‌ای در خصوص گفته شده یکی دیگه از دوستان گفته که در خصوص جذب توریست گفته که عباس با... برزگر یک آدمه حالا بی سواد هست تو یک روستای دورافتاده در استان فارس تونسته از تخت جمشید شیراز بیشترین توریست رو جذب من اسم مختلفی رو میشنوم در روسا و مناطق مختلف که اینا در ظاهر تحصیلات دانشگاهی ندارن ولی فهمشون در حوزه جذب توریسم از صد تا استاد دانشگاهی که دارن در دانشگاه در حوزه گردشکری به سال تدریس میکنن بالاتره و من فکر میکنم این افراد رو ما باید به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی خودمون در واقعیت بدونیم انسانهایی که واقعا دارن به وطنمون خدمت میکنن و تونستن ایران رو به بقیه معرفی بکنن یه دوست دیگه نوشته که به نظر مردم افغانستان هر بلای سرشون میاد حقشونه به خاطر نفهمی و عقب ماندگی خودشونه نمیخوان ایران کمکشون کنه نه ترکیه نه روسیه پس هر بلده این چه حرفیه چون در روی یک ملتی صحبت میکنه که از روزی که انسانهای همسن و سال ما در اون کشوری چشمشون رو باز فقط جنگ دیدن یه بار خودتون رو بذار جای افغانستانی ها من به نظرم خیلی بد قضاوت میکنم افراد رو شما در داخل یک کشوری به دنیا اومدی جنگ داری میبینی نسل بعدی تو هم داره به دنیا میاد اونم جنگ داره میبینه نسل بعدی هم همینطور کشورهای متجاوز اومدن در داخل کشور حضور پیدا کردن در نقشه که ناتو جلوی خودش گذاشته هر منطقه از کشور تو رو برای یک کشور تعریف کرده پرچم یک منطقه رو مشخص کرده پرچم ایتالیا یعنی اینجا نیروهای ایتالیا بیشتر مستقر باشن مدیریت با اوناست. یک پرچم برای یک کشور دیگه یک نقطه هر نقطه رو به یک جای سپردن بعد اینا امنیت رو تامین نکردن اینا حضور پیدا کردن در, در حضور اینها و همزمان با حضور اینها تکفیر هم داره در کشور روش میکنه تو تا انتظار داشته باشی در یک همچین موقعیتی اون ملت بتونه وضعیت خوبی داشته باشه و بدیهی هست که چالش خیلی زیادی براش به وجود میاد فکر میکنم باز جا داره یادآوری بکنم وقتی میخوایم یک نفر رو تحلیلش بکنیم یک مقدار لازمی که با کفشش راه بریم تا بتونیم بهتر وضعیتش رو درک بکنیم بریم پیام بعدی رو بخونیم دروری بحث موشکا که گفتم میخواستن رو موشکا مذاکره بکنن و بعد پهوات ها معتبر شد و در حالی که میخواستن موشکا رو از ما بگیرن ما در حوزه پهوادی به یک قدرت تبدیل شدیم این دوست عزیزم گفته که سلام آقای انگار دارید از هانومی رو برای مذاکره در مورد موشک آماده میکنید ببین من وقتی بحث پهبادا رو دو سه سال پیش مطرح کردم هم باز یه سری کاربر پیام دادن همین گفتن نه من دارم اتفاقا به طرف مقابل میگم که دوست عزیز اگر از اتاقهای تصمیم سازی تو اگر از اندیشگده های تو اگر از نیروهایی که دارن برای تو کار میکنن یک فارسی زبانی فز... صدای من رو داره میشنوه این رو یادش باشه با مذاکره با ایران بر سر موشک ها و هسته اینا نمیتونی ایران رو متوقف کنی ایران مسیر خودش رو داره میره تو موشکش هم بخوای ازش بگیری پهبادش هم ازش بگیری هسته هم ازش بگیری با این خودکار یاد میگیره برای تهدید ایجاد کنه اون میدونه چی کار بکنه من اتفاقا دارم به طرف مقابل این رو توضیح میدم هرچند اونا این پیام رو به خوبی درک کردن نیازی نیست ما بخوایم با این برنامه چیزی توضیح بدیم ولی اونا این پیام رو درک کردن که ایران با مذاکره و چیزهای از این دست متوقف نمیشه پیام بعدی رو میخونم گفته که سلام بنده تحلیل شما رو هر شب دنبال میکنم یه خواهش داشتم با توجه به اینکه اخیرا در شرکت نفت و گاز و پتروشیمی این اعتصابی چرا ما بهش نمیپردازیم خیلی از دوستان پیام دادن که چرا در این اعتصاب صحبت کنیم آقا این داستان که داره پیش میاد خیلی ویژه‌تر و خاص‌تر از چیزی که تو داری فکرشو میکنی که من صرفا بیام بگم آقا یه سریا مطالبه دارن هم مطالبه ای اونها رو باید بگم هم اون اتفاق مهمتری که داره رخ میده اون اتفاق مهمتره چیه یه ویدیو داریم آماده میکنیم به نظرم بسیار مهمه درباره اعتصاباتی که این عزیزان دارن مطالبات کردن و پیامدی که عدم توجه به این داستان میتونه برای ایران داشته باشه اتفاقی که آقا این داستان رو ما قبلا در ونزوئلا دیدیم این داستان رو ما دیگر ما قبلا در نقاط دیگه دنیا دیدیم که آمریکا رفته فضا به شکلی مدیریت کرده بعد اتفاقات عجیب و غریبی رخ داده من میخوام این داستان رو برای شما روایتش بکنم اجازه بدین یه مقدار تایم بدین بذارید گذارشمون کامل بشه من میدونم که شما الان عجله داری الان در لحظه بیوش بپرد صبر کنید بذارید گذارشمون کامل بشه حرفای ویژهای در این خصوص خواهیم داشت منتظر پیام های ارزشمندتون هستیم دیگه نگفتم این ویدیو رو همینجا متوقف کنم منتظر پیام های ارزشمند شما هستیم وقتتون بخیر